هی گایز، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی باحال با مامانم. سلام بچه ها، خوبی؟ خب بچه، من ازتون درخواست کرده بودم که یه سری سوالا رو از مامانم بپرسین که بیاین من ازش بپرسم جواب بده، که خیلی سوالای باحالی گرفتم و قرار دونه دونه من بپرسم و مامانم جواب بده. پس حتما تا آخر این ویدیو ببینید. اگه هنوز به کانال من سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. اولین سوال، بذارم از اولین سوال شده، شما سوالا رو نبین. از 1 تا 10 به خودت و درسا چند میدی؟ از چه لحاظ؟ از هر لحاظی. از هر لحاظی به خودم که 10 میدم 100%، چون تو همه چی پرفکتم، عالی. به درسا هم بین 8 تا 10. خب سوال بعدی، تو 3 کلمه درسا رو توصیف کن. مهربون، دلسوز، خیلی جنگنده در برابر همه چیز، یعنی هر چیزی رو که بخواد به دست میاره. خب بریم سوال بعدی، خاله چجوری اجازه داده درسا تنهای مهاجرت کنه؟ توضیح بده، این سوال خیلی هست. خب این بحث مهاجرت یه بحث واقعا نمیدونم چه جوری بگم. درسا تک فرزند بود، 16 سالشم بود. واقعا برای من و پدرش خیلی سخت بود که بخوایم درسا رو بفرستیم بره، اما اصرار خودش بود و ما هم نظر خودش بود، اصرار خودش بود، به نظرش احترام گذاشتیم و این کار رو انجام دادیم. ولی شما این کار اصلا اصلا نکنید که کار خیلی خیلی سختیه. خب سوال بعدی، درسا روزی چند ساعت درس میخونه؟ درسا خب زیاد درس میخونه دیگه. من خیلی ساعتی درس نه ساعتی درس نمیخونه، ولی واقعا وقتی امتحان داره درس زیاد میخونه. یعنی هر کارش کنم که مثلا جایی هم بخوام برم اصلا نمیاد، یعنی اگر بخوام بیاد تا این درسشو نخونده باشه امکان نداره پاشه از خونه بیرون بذاره. مثلا ساعتی من درس، من مبحثی درس میخوام، مثلا اگه 8 تا مبحث درسم باشه امتحان بخوام بدم، 8 تا شما اینو که میگم اون روزی 8 ساعت من درس میخونم. آره چون خیلی هم درس نمیخونم راستش، من خیلی چیزا رو سر کلاس متوجه میشم. آره گوش میکنه سر کلاس و اون آدمی نیستم که بخوام هی بخونم، همون موقع میفهمم. آره. سوال بعدی، دوست ندارین بچه دیگه ای داشته باشین؟ از اینکه تک فرزندم یعنی پشیمونی مثلا؟ نه اصلا پشیمون نیستم، خیلی هم خوشحالم هم یه دونه بچه رو دارم. اصلا هم ناراحت نیستم، هیچ وقت هم به دومی فکر نکردم. من خودم دوست داشتم، یه خواهر بزرگتر داشتم. البته درسا الان دوست داره ها، موقع که بچه تر بود شاید تا 2 سال پیشم اگه بهش میگفتیم میگفت نه من دوست دارم تک فرزند باشم، اما الان میگه خیلی دوست دارم. من از وقتی مهاجرت کردم دوست دارم خواهر برادر داشته باشم. میگه تنهایی سخته و دوست دارم یه خواهر برادر داشته باشم و این اصلا دیگه ولی اختلاف سنی کم یا خیلی یا مثلا اختلاف سنی کم از من بزرگتر باشه، 1-2 سال کوچیک‌تر باشه دیگه. الان باید واقعا متاسفم، خیلی هم الان لازم ندارم. شیطونی های درسا چیه؟ درسا اصلا شیطون نیست، خیلی بچه که بود خیلی شیطون بود، ولی الان اصلا شیطون نیست. بچه هم خیلی بچه خوبه. نه شیطون نیست اصلا. به خدا. خب سلام، تو رو خدا بیاین به مامان من بگید بچه مردم بهتر از من نیست. به مامان بچه ها بگو بچه. همه مامان ها همین مدلی هستن، فکر میکنن که آره، فکر میکنن که بچه بقیه بهتر از بچه خودشونه. مامان شما تنها نیست که همچی فکر میکنه عزیز. بهترین و بدترین اخلاق درسا چیه؟ بهترین اخلاقش اینه که خیلی مهربونه و من همیشه هم بهش میگم نباید انقدر مهربون باشی، چون بیشتر موقع ضربه مهربونیشو خورده. بدترین اخلاقش هم اینه که خیلی مغروره و نمیدونم، نه شبیه منه نه شبیه باباشه، نه من این مدلی هستم نه باباش، نمیدونم درسا روی کی رفته که اینقدر مغرور شده. من خیلی مثلا مغروری تو چی میبینی؟ مثلا من چیکار میکنم که مغرور؟ تو همه چی باید اول باشه، تو همه چی باید پرفکت باشه، برای
دوستی با کسی یا برای انجام دادن کسی هیچ وقت خودش پیش قدم نمیشه، اصلا این مدلی نیست. نسبت به پدر مادرش هم همینطوره، یعنی اگه چیزی لازم داشته باشه یا بخواد، این غرورش هیچ وقت اجازه نمیده که بیاد مستقیم به ما بگه، یه جور دیگه به. خب بریم سوال بعدی. خنده‌دارترین لحظه درس منظورش رو متوجه میشه؟ مثلا یه لحظه که خیلی خندیدی از من، مثلا چیکار کردی؟ من خندیده باشم از تو؟ بچه من واقعا هیچ کار نمی کنم. خنده دارترین لحظه های درس ها، من واقعا کار نمی کنم که بخوای تو بخندی. نه که کاری نمی کنی که من نخوام بخندم، چرا غیر کارا می کنی که خنده داره، ولی خنده دارترین نیست. خب یکیشو بگو که مثلا می خندی. مثلا نمیدونم چی بگم، اینو واقعا نمیدونم چی باید بگم. شغلشون چیه و تفریحاتشون؟ خب بچه ها، من ماما هستم، چند سال بیمارستان دنا کار میکردم، اما دیگه از وقتی درسا دنیا آمد تصمیم گرفتم که دیگه بیمارستان نرم، چون دوست نداشتم که نگهداری درسا رو به عهده کس دیگه بسپارم، دوست داشتم خودم ازش نگهداری کنم و دیگه بیمارستان نرفتم. خیلی هم دلم برای بیمارستان تنگ میشد روزای اول، الان بیشتر داره دلم تنگ میشه، اما خب به نظر خودم کار بدی نکردم، کار خوبی کردم که خودم در کنار درسا بودم و خودم بزرگش کردم. در یک بیمارستان رفته کار کرده، عاشق شده، بچه و دنیا آمده، عاشق شده، عاشق شده، خوب اومدی. خب چقدر درسا راضی هستیم؟ صفر. خب نه، ازش راضی هستم. خب بالاخره هر بچه یه سری خوبیایی داره، یه سری بدیایی هم داره، اما خوبیای درسا بیشتر از بدیاش هست، در کل ازش راضی هستم. خب بهترین ویژگی شخصیت درسا گفتی اینو؟ آره. دوری از درسا سخت بود؟ چجوری باهاش کنار اومدین وقتی درسا نبود؟ آره، این یک سال خیلی برام سخت بود، هم برای من هم برای باباش. بیشتر سختیش این بود که ما همش نگران این بودیم که اگه اونجا مثلا یه اتفاقی براش بیفته، یه چیزی بشه، ما باید مثلا چه کار کنیم، چجوری خودمون رو بهش برسونیم. حتی من یه دوست خیلی خیلی مهربون اونجا داشتم که همیشه بهش زحمت میدادم، واقعا مثل یه مادر بود برای درسا، ولی بازم ما همیشه نگرانش بودیم. آره. خیلی هم برامون سخت بود که فرستاده بودمشون، 16 سالش که بیشتر نبود. واقعا یه جورای احساس میکنم که خیلی اشتباه کردم. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که کلن اخلاق مام بابای من جوریه که خیلی اوورپروتکتیو نسبت به من، یعنی که خیلی مثلا اینجوری که وای چیزیش نشه، مثلا آسیب نبینه. آره. خیلی مثلا شبا میان چکم میکنن که مثلا نفس میکشم یا نمیکشم. آره، پدر عزیز که داری ویدیو رو میبینی میدونم شبا 50 بار میان. آره، برای هم یکم سختشون بود که مثلا من رفته بودم. آره، سخت بود برام. خب رو مخترین اخلاق درسا چیه؟ رو مخترین اخلاق اینی که هر چیزی رو که میخواد باید حتما به دستش بیاد. من حس کنم همیشه دیگه قرار بگی چی؟ من میگه در همه چی باز بذاری. این هم هست، خوب خودش یاد آوری کرد. آره، هیچ چیز رو درش رو نمیبنده، مثلا در زیپ کیفش همیشه بازه، خوراکی هایی که توی یخچال هست، تو مثلا باکس هست یا توی پلاستیک هست، من متوجه میشم که سر اینا رفته، چون اگه دراش باز باشه میدونم 100% درسا سر اینا بوده. دوست نداره چیزی رو درش ببنده، یک کلام از مرتب بودن خوشش نمیاد. آره، دوست داره همه چیز در هم بر هم باشه، برعکس منه. و این اخلاقش هم کاملا شبیه باباش. خب درسا ایدال چه شکلیه؟ همینی که هست الان، ایدال. واقعا خوبه، اوکی. آره، از همه لحاظ ایدال. خب خیلی ازت تعریف کردم امروز. ولی قبول اسمت چی باشه غیر از درسا؟ قرار بود اول اسم درسا رو بذاریم بانی. اگه فیلم اسکارلت رو دیده باشید، اسم دختر اسکارلت بود،
اما وقتی که رفتیم ثبت احوال، اون موقع یه مقدار به اسمای خاص گیر میدادن و اینکه نذاشتن ما اسمشو بذاریم بانی، دیگه اسمشو گذاشتیم دورسا، مروارید مانند دور. خب سال آها تا حالا شده از یکی از دوستای صمیمیت فاصله بگیری به خاطر اینکه مثلا انرژی منفی ازش گرفتی یا هر چیزی؟ من؟ آره شده چون من انرژی ها خیلی زود متوجه میشم. بچه من هر دوستی مامانم گفته این یه چیزی هست دقیقا همون دقیقا مثلا بهش میگم دورسا این مدلیه، ولی دورسا به من برخورد میکنه میگه نه تو داری اشتباه میکنی، ولی وقتی که بهش میرسه میگه مامان تو چجور متوجه شده. انرژی ها رو خیلی سریع متوجه میشم کی انرژیش مثبته کی منفیه. خب تو مدرسه قوی ترین درست و ضعیف ترین درست چی بود؟ من؟ آره قوی ترین درسم زیست، ضعیف ترین درسم ورزش. وای ورزش اصلا دوست نداشتم، اصلا دوست نداشتم واقعا اصلا دوست نداشتم. همه الان هم دوست ندارم. آره باشه مامانم مثلا ورزش نمیاد. آره دوست ندارم خیلی. نظر شما راجع به اینکه درست شروع کرده یوتیوب بزنه و ولاگ بذاره چیه؟ نظرم مثبته، خیلی هم خوبه، دوست دارم. بچه کلا مثلا مام بابا آره. اول از همه بهم گفتن ویدیو تو بذار تو یوتیوب، اصلا من به فکرش نبودم. یه جوری اونا منو موتیو خیلی هم کار انجام بدم. الانم خودم بعضی موقع که مثلا میبینم فیلم نمیگیره یا مثلا کار زیاده و اینا، خودم میرم بهش میگم، میگم درستا نمیخوای یه فیلم بگیری، نمیخوای بذاری تو یوتیوب، اینا رو خودم میرم بهش آره میگم. ولی اکثر آقا من یا حالم بده یا خیلی درس دارم. آره. خیلی سخته که ویدیو بگیرم براتون دوستان. خب سال بعدی، خب حالا سال خودم میخوام ازت بپرسم. بفرمایید. خب چه تایمی بیشتر، یعنی تو چه زمانی همه زمان ناراحت تر بودی تو زندگیت؟ حالا هر چی بوده باشه، میتونه الان نباشه، میتونه قبل از ازدواجت هم باشه. نه، بیشتر زمانی که تو زندگیم ناراحت شدم روزی بود که آیفون خونه زده شد و پاسپورت دورسا با ویزا شمد در خونه. واقعا؟ یعنی بدترین روز زندگیم. واقعا؟ واقعا. بچه ها من اون روز خیلی رنگ داشتم، ولی دورسا خیلی خوشحال اکت عادی. آره ولی من اصلا خوشحال نبودم، دوست نداشتم اصلا، چون دیگه به هر حال آدم وقتی یه دونه بچه بیشتر نداره دوست نداره ازش دور بشه. یعنی من تو یک سالی که دورسا ازم دور بود به نظرم میمد زندگی اصلا هیچ معنایی نداره، اصلا تو هیچ هدفی، هیچ انگیزه برای زندگی کردن نداری. و وقتی بچت رفته باشه اصلا نمیدونم چه جوری بهتون بگم، خیلی بد بود. خیلی تو خانه دار بودی، بچگی پیش من بودی. آره. و من و مامانم، کل من مامانم و بابام خیلی ارتباط نزدیکی به هم داریم، یعنی کلن ما دوست داریم خیلی با آدم های دیگه در ارتباط، یعنی دوست در ارتباط باشیم، اونجا بیشتر خودمون ستاییم، تو دایره خودمون میچرخیم. بله. و مثلا خانوادگی دوست داریم که جای مختلف بریم و اینا. برای همین حس میکنم این که مثلا من رفته بودم، انگار مثلا یه عضو از اون مثلا مثلث رفته بود. آره. و مثلا مثلث سه گوش شده بود دو گوش. مثلا دو گوش دو گوش. آره. خب سال بعدی. سال دیگه هم بود یا نبود؟ نه سال دیگه خودم دارم میپرسم. آها خب. چه تایمی بیشتر از همه به من افتخار کردی؟ من همیشه بهت افتخار میکنم. نه چه تایمی بیشتر از همه؟ همیشه بهت افتخار میکردم، اما سال قبل که رفته بود انگلیس، با وجودی که 16 سالت بیشتر نبود، مشکلات خاص خودش بود، درس خوندن به زبان انگلیسی خیلی خیلی سخت بود و دورسا اونجا شاگرد نمونه شده بود و بهش لوح تقدیر رو تندیس دادن، واقعا بهش افتخار کردم، واقعا میگم. خب آخرین سالی که میخوام ازت بپرسم، سالی که خیلی 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 من دایرکت میگیرم، سوالی که هم خودم جوابش بونم هم تو جوابش بده، سوال خیلی چیزی عادیه، اینکه شما وقتی حالتون بده چی کار میکنین که حالتون خوب بشه؟ خانم ها بیشتر وقتی حالشون بده برای خوب شدنش میرن خرید، میرن آرایشگاه، کارای اینجوری انجام میدن که حالشون خوب بشه. منم همینطورم، وقتی حالم بده
خرید برم، آرایشگاه برم، حالم خوب میشه. من اگه حالم بد باشه تنها کاری که میکنم فیلم میبینم، با یه چیز سفارش میدم میخورم به حالم نه خوب نه نه میشه. نه من اصلا وقتی حالم بده اصلا میتونم غذا بخورم. دوستان مامانم خیلی با من متفاوته، اصلا ما شبیه هم نیستیم، فکر کنم متوجه این موضوع آره. شده باشید. اخلاقمون اصلا شبیه هم نیست. آخر که سوال خود پدر عزیزه، یعنی که نظر راجع به همسر خیلی شیطون بلا هستی. خب نظرم درباره همسرم، نمیخوام حالا چون همسرم ازش تعریف کنم. الان یکی بچه گریه میکنه اینجا، کات بدید. نه نه الان میدونی گریه میکنم. نه گریه نمیکنم. نه الان جواب میدم، نه جواب میدم. الان ازش هم دور هستم، نیستم پیشش. میخوای بی خیال این داستان بشم؟ نه بی خیال نمیشم. جواب میدیم نه دیگه، باید جواب بدیم دیگه. خب A few moments later. بچه ها کمک. نه جواب میدم اتم. الان میگه جواب میدم. بذاری نفس کشم. خب خودش میدونه دیگه. واقعا دارم میگم، واقعا مرد خوبی. واقعا. یعنی هر کس دیگه بود قبول نمیکرد که شاید من و درسا بیام یه جای دیگه، خودش اونجا تنها باشه. به هر حال خب خیلی سخته، ولی واقعا مرد خیلی خوبیه، پدر خیلی خوبیه، گفته و من و درسا واقعا بهش افتخار. الان گیه تموم شد. آره گیه تموم شد. خب سوال همین بود. اگه دوست دارین که این ویدیو رو من با بابام بگیرم بهم بگین، چون بابام چقدر دیگه میاد؟ یکی دو هفته دیگه. آره. نه دو هفته دیگه. 18 روز بشه، سه هفته. سه هفته دیگه میاد و میتونم با اونم این ویدیو رو بگم. میتونیم سه تا این ویدیو رو دوباره بگیریم، حالا با مثلا رنج سوال بیشتر یا مثلا مدل های مختلف. اگه دوست دارین بگین که براتون ویدیو هم بگیرم. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. مرسی بچه‌ها از سوالاتون، ان شاءالله تونسته باشم. اگه دوست دارین مامانم هم با جواب باشه بهتون داده باشم. بگین، چون خودش خیلی دوست داره بیاد تو ویدیو ها. خوشحال شدم. بای.